سلام، سلام به شما عزیزان. در برنامه پیشتر گفتم آرمان موزیکی که شنیدید آرمان موزیک برنامه صبحگاهی شادی و امید بود. پیش از رفتن به مدرسه با صدای نشاط بخش شادی بخش کمال دین مستجاب و دعوه، صدایی که در ضمیر ملی بسیاری از ایرانیان خاطرات بسیاری به جای گذاشته، همچون دیگران در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و پیشتر از تأسیس تلویزیون مانند تقی روحانی، اسدالله پیمان و بسیاری بسیار دیگر. در این برنامه، در برنامه سرزمین ما همچنان با امیدواری و بهرهمندی از شادی و امید و امید به فردایی بهتر برای ایران و مردمان ایران به مسائل امروز ایران میپردازیم. پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران انقلاب شد. انقلاب اسلامی. انقلابی که عنوان اسلامی به خود گرفت. با سه شعار عمده: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال چه بود؟ سردندگان این شعار چه مفهومی از استقلال در ذهن داشتند؟ این موضوعی است که شاید وقتی بیشتر بطلبیم. اما استقلال شعار جنبش‌های ضد استعماری بود، کشورهایی که به زیر سلطه استعمار روزگاری دراز را گذرانده بودند و عملاً به نحوی تحت اشغال بودند. ایران چنین نبود. آزادی، دومین شعار در انقلاب. چه مفهومی از آزادی در ذهن شعار دهندگان بود؟ روشن نیست. پیامدهای انقلاب نشان داد که مفهوم روشن و مشترکی از آزادی در میان انقلابیون از چپ و راست وجود نداشت. جمهوری اسلامی اما مهره که نه سر به مهری بود، جعبه‌ای که پس از انقلاب به مرور از آن بیرون آمد، آنچه که در این 35 سال شاهد آن هستیم. سه شعار مبهم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. حرف آیت الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در همه پرسی رأی گیری به جمهوری اسلامی که بالای 90% مردمان رأی دادند، از جبهه ملی به رهبری آقای سنجابی تا گروه های چپ، حزب توده و بسیاری دیگر. چه کسانی، چه نیروهایی در منطقه و خارج از منطقه در این انقلاب سهیم بودند و دست داشتند؟ کتاب های بسیار نوشته شده، اسناد بسیار افشا شده و منتشر شده، باز مجال برنامه دیگر رو می طلبه پرداختن به این موضوع. چهره هایی در عرصه انقلاب ظهور کردند که پیشتر هیچ سابقه ای در عرصه سیاسی ایران نداشتند، از جمله صادق قطب‌زاده، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی سعد، سه رکنی که در حول و حوش و حوالی آیت الله خمینی در عرصه سیاسی ایران ظاهر شدند با ملایان ریز درشت شیعه، خلخالی و کسان دیگر. مردم همچنان در خیابانها شعارهایی رو سر می دادند که از جای دیگر می آمد، از نجف و سپس از نفل و شتو، و در خیابان شاهرضای آن روز حتی شعارهایی که گفته می شد از مینیبوس هایی که در پیشاپیش راهپیمایان حرکت میکردند. یادمان هست نسل ما که شعار ندید، شعار از جلو یعنی پیشتر خواهد آمد، صفهای جلوتر. گوشه ای از راهپیمایی ها و تظاهرات در آن روزها رو با هم میبینیم. Yeah.
گوشه ای از تظاهرات بود و شعارهایی که در ایام انقلاب، این رو آگاه هستم، اشراف دارم که سالگرد انقلاب نیست و چرا ما به چنین برنامه‌ای می‌پردازیم. هدف نظر این هست که برسیم به کم و بیش نگاهی کنیم، مروری خیلی سریع به ریشه های مسائلی که امروز ایران با آن روبرو هست. یادآوری مختصری است، مطمئنم در سالگرد انقلاب برنامه های وسیع‌تری در شبکه ایران فردا خواهد بود و خواهیم داشت. و اما پیامدهای انقلاب بلافاصله پس از پیروزی، محاکمات که چه ارز کنم، بازجویی ها آغاز شد و اعدام ها بر پشت بام مدرسه علوی، ملای شیعه صادق خلخالی در عرصه سیاسی، فرهنگی و هرچه که مربوط به ایران بود ظاهر شد با حمایت سازمان ها و گروه های چپ و راست و گروهی از روزنامه نگاران، حتی امثال آقای علی اصغر حادثه جوادی و بقیه. محاکمه که نبود، بازجویی های سریع و بعد اعدام ها. در کنار صادق خلخالی ها، آمدگان همراه خمینی با پرواز انقلاب از پاریس نیز حضور داشتند. بازجویی ها از کسان مسئولان حکومت پیشین، نظام پیشین که در پی انقلاب سرنگون شد، مسئولان ارتشی، امیران ارتش، رؤسای سازمان های مختلف از جمله سازمان امنیت ملی ایران سواک کشور، سازمان امنیت کشور. یک نمونه از این بازجویی های اولیه رو میبینیم. بحث بر سر این نیست که اگر کسی جرمی مرتکب شده نباید مجازات بشه یا نباید محاکمه بشه، اما بحث بر سر این است در چه دادگاهی و به چه شکلی و توسط چه کسانی. این احتمال است که شما امشب رو هم در اینجا به سر میسید. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا الان دستور میده؟ اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کنید؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن. شما توصیه میکنید که چیکار کنن؟ وظایف وجدانی و وظایف خدایی شون بدن. یعنی که مردم اگر مردم هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که کسی کشته بشه و این رو هر وقتی که من به افرادم باشن میگم. چرا اینجا بگم؟ خودشون میدونن دکشون چیه؟ خودشون رویه ثابت ندامه بدن؟ رویه ای که انسان با شرف، با حقیقت و به اصطلاح در حکم انسانیت. بدیم سر یک دیگه از مسئولیت هایی که شما داشتی. منظور من اینه که آیا الان افرادی در مدر نظامی باید سیپن پادگاه خودشون برگردن یا نمیشن؟ یعنی چی برگردن؟ آیا بازم در خیابون ها بیان یا برگردن تو پادگان هاشون نمیشن؟ هشتم که ساعت من عبور و مرور هست، ساعت من عبور و مرور کنترل میشه. اگر چیزی در ساعت من عبور و مرور. تیمسار رحیمی بود، فرماندار نظامی تهران که به اسارت نیروهای انقلابی در اومد و تا آخرین لحظه هم آنچه رو که وظیفه نظامیش ایجاب میکرد، سوگند نظامیش ایجاب میکرد، بهش پایبند بود و ساعتی بعد از این بازجویی که بخشیش رو مشاهده کردید، به پشت بام مدرسه علوی برده شد و تیرباران شد بر بالای سر آیت الله خمینی و ابراهیم یزدی و بقیه انقلابیون، حواریون آیت الله خمینی که در کنارش بودن. به هر حال تا چندین ساعت بعد. نمونه دیگر رو میبینیم از آنچه برای نسل جوان به ویژه، و هدف همه این هست در این برنامه که در سرزمین ما چرا اعدام های اینچنین
ما شاهدش هستیم بر سر هر کوچه و بازاری هر چندگاه داری افراشته میشه و جوانی بر سر دار و پنهان و آشکار نیست در شهرهای ایران نیز بسیار، در آذربایجان، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه. نمونه میبینیم از آنچه که به عنوان انقلاب در ایران و بر کشور ایران و مردمان ایران مستولی شد با ابزار کار ایرانی و هم تماشا. من عکاسم و همچی که حالا دیدم نهضت ما احتیاج به من داره چون خدمت کردم، این بود که اسلحه رو دست گرفتم، حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم. بنده اسم خدامراد عظیمی تیری که فروشم هستم و کار نهضت ما خیلی خوب بوده، خیلی قشنگ بوده، خیلی قشنگ پیشرفت کردیم تا اینکه موزی که ما رفتیم پشت در اول نیروز و اینا محاصرهشو کردیم، با اتفاقی چند نفر رفتیم، چند تا مواد منفرج کننده انداختیم و چند تا تانک منفرج کردیم، چند نفر پیشی جلو روی رفتیم با نیروی مسلح و اونا عقب نشینی کردن تا اینکه اومدیم تا اینجاش. خیلی خوب بود لذت ما ولی در این حال بله، این آقا همونطور که شنیدید صحبت اینو میکنی که خیلی قشنگ پیشرفت کردیم و رفتن در هوا نیروز که این همه زحمت کشیده شد، کشوری مثل ایران سرانجام صاحب نیرویی شد که پیشتر نداشت، هوا نیروز. ایشون رفتن و مواد منفرج کننده که منظورشون همون مواد منفجر کننده هست در اونجا کار گذاشتن و قشنگ پیشرفت کردن همونطور که خودشون میگن. شاید به این روز ایران گرفتار شد، ایشون مواد منفرج کننده گذاشتن و سر از اینجا در آورد. حالا من نمیدونم ایشون کجا هست، اما همون مواد منفرج کننده شاید زمین ساز اعدام های امروز شد. محسن امیراصلانی و صدها بلکه هزاران جوان ایرانی که بر سر کوی و بازار اعدام شدند یا در زندان های مختلف جمهوری اسلامی. گوشه دیگه از روند انقلاب رو میبینیم در ایران برابر سفارت آمریکا که بی مناسبت هم نیست، دو روز پس از سالگرد، چند روز پس از سالگرد اشغال سفارت آمریکا. آقایان گوش بدید. من سرهنگ توکلی هستم. من رئیس ستاد فرماندهی انقلابی هستم. حمله سفارت آمریکا بهانه به دست ارتش آمریکا خواهد داد دخالت کنند. نکنید این کار رو. خواهش میکنم هیچ گونه تیراندازی نکنید. آقایان به خاطر من شکست نکنید. به خاطر اسلام نکنید. احتمال میدم که در ذهن بسیاری از شما رگه ای از این پرسش پیش اومده یا این پاسخ یا هر چه که هست، که تشابهی که بین این عملیات میبینید و آنچه که در نخست دیدید آقای یزدی و تیمسار رحیمی رو، که تشابهی بین آنچه که امروز داعش در این سو و آن سوی همسایگی ایران انجام میده و گروه های اسلامی دیگه دیدید. و در آخر هم هست یک ملای شیعه که از وارد میدان کارزار میشه پیروزمندانه و بقیه فیلم که فعلا فرصت نداریم، در فرصت های دیگه حتما نشون خواهیم داد. اما آقایانی که در عرصه سیاسی ایران ظاهر شدند با انقلاب 57، گو که برخی از اونها سوابقی داشتند، شناسایی شده بودند، نه اینکه شناخته شده بودند توسط
مردم یا بخشی از مردم ایران، اما بسیاری از اونا ناشناس بودن. از کجا آمده بودند؟ آقای بهشتی از هامبورگ اومده بود، مسجد هامبورگ. آقای بهشتی سالها مسئول کتابهای دینی در کتابهای درسی ایران بود، هم از همکاری ایشون با سازمان امنیت کشور هم سخنها رفته بود و ایشون رئیس شورای انقلاب بود، شورای انقلابی که بسیاری در اون عضویت داشتن، از جمله آقای ابوالحسن بنی سعد که به نخستین ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب رسید و سپس ناچار به ترک کشور شد و در فرانسه. این من یا شما نیستیم، بلکه آقای ابوالحسن بنی سعد هستند، از نزدیکان با آیت الله خمینی و از چهره‌های نخست انقلاب اسلامی و طبعا اطلاعاتی که ایشون داشتن کسان دیگری در اون ایام نمی داشتند و نداشتند. میشنویم آقای بنی سعد درباره یکی از کسان اساسی در انقلاب چه میگوید درباره آقای بهشتی. بهشتی که با امریکایی ها در ارتباط بوده، همون اسناد سفارت امریکا شما میگید بلاش کن بله بوده، اونتا این ما که نمیدونستیم، که میدونستیم که با اون چجوری جمع شده اونجا. ما فکر میکرم اینا یا روحانی های تازه پا، اینا هنوز اونجور سر و چیزی نداشتن که خارجی با اینا ارتباطی برقرار کنن. انقلاب شده و یه دفعه خمینی هم اینا رو کرده عضو شورای انقلاب و به جایی وابسته نیستن. بعد معلوم شد که بعد نه، خصوص بعد که آقای سلیوان اون در رسای بهشتی مطلب نوشت و معلوم شد نه، این توافقی داشتن که رژیم باثباتی در ایران بشود و این توافق هم در خونه فریدون صحابی امضا شده، یعنی گفتگو شده بین سلیوان سفیر امریکا و آقای موسوی اردبیلی و آقای مهندس بازرگان به نمایندگی آقای خمینی، که بعد به صلاح ائتلافی وحدتی از که بعد ما وقتی مطلع شدیم گفتیم این آقای مهندس بازرگان رفته وحدت شکم اونالین امضا کرده که بین ارتش و روحانیت یک ائتلافی بشه، وحدتی بشه و رژیم باثباتی وجود بیاد. رأس این رژیم رو در نظر گرفته بودن آقای بهشتی. اول که خب بازرگان، بعد که اون به جایی نرسید بهشتی. بله تو اون اسناد هم بود چیزایی که نشون میداد که اینها ارتباطاتی داشتن با امریکا و بعد هم اسناد دیگه ای خود امریکایی‌ها در گزارشاتی که نوشتن همین سلیوان و همشه گفتگو داشتن و با هم این چیزا داشتن. متقا بر ما معلوم نبود جز وقتی که اون مسئله گروگانگیری پیش آمد و گفتن که در سفارت اسنادی راجع به آقای بهشتی پیدا شد و همین شیخ علی تهرانی گفت که من خود بردم این اسناد رو دادم به آقای خمینی و و دیگران هم معلوم شدن اسنادی بوده و به آقای خمینی داده شده است. اما اخلاقی که توست چیز بینه خود بوده و و اینکه بعد هم این در قضیه اکتوبر سورپرایز و گفتگوهایی که در پاریس انجام شد، اینها بر من روشن کرد که نه، اینا زده بند و محرمانه رو دارن. از اون وقت من همجور گفتم تا الان هم میگم، از اون وقتی هم که از ایران بیرون آمدم در اولین مصاحبه گفتم من از ایران بیرون آمدم تا روابط ارگانیک میان خمینیزم و بگو شما ریگانیزم رو علنی کنم، پاش کنم. آقای بنی سعد بود و آنچه که درباره آقای بهشتی و بقیه گفت، از جمله آیت الله خمینی و ارتباطاتی که با آمریکا داشت به گفته آقای بنی سعد یا فرستادگانی از آمریکا در دولت جیمی کارتر که از آمریکا رفته، از جمله رمزی کلارک. بعدها آقای یزدی بخشی از این ارتباطات و مذاکرات و منتشر کرده در خاطراتش، اما بسیاری رو هم نگفته و توضیح نداده. از جمله به طور دقیق آنچه که بین رمزی کلارک گذشت و آقای خمینی، که تنها آقای یزدی بود در مذاکراتی که بود به عنوان مترجم، من در جلسه مطبوعاتی در 1997 در همین واشنگتن از آقای یزدی پرسیدم که در این زمینه، ایشون گفت من به هیچ وجه صلاح نمیدونم، هر وقت خود من صلاح بدونم منتشر خواهم کرد
و من اصرار کردم که این مربوط به شما نیست، مربوط به یک انقلابه. شما اونجا به عنوان مترجم رهبر انقلاب بودید و حق مردمه که بدونید. به هر حال ایشون پاسخ ندادن. این رو هم من توضیح بدم که ما از آقای بنی سعد دعوت کردیم شخصا که در برنامه تفسیر خبر باشن. ایشون گفتن برای مدتی مصاحبه‌های کمی خواهند داشت و نخواهند کرد و امیدوارن در آینده بتونن مصاحبه‌ای داشته باشن. برای دوستانی که برای من پیام فرستاده بودن و خواستار این بودن که از آقای بنی سعد دعوت کنیم در برنامه. و اما یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت دانشگاه‌هایی که می‌بینیم به این روز افتاده، ریشش سرآغازش کجاست؟ تعطیل کردن دانشگاه‌ها بود و بازگشاییش بود زیر عنوان شورای انقلاب فرهنگی و اعضایی که در اون بودن، که هدف اسلامی کردن دانشگاه‌ها بود. اسلامی کردن دانشگاه یعنی چه؟ هیچ وقت به هیچ معنی توضیح داده نشد، نه از طرف آقای خمینی نه کارگزاران سیاسی و فرهنگی او. در شورای که برای بازگشایی دانشگاه ها و اسلامی کردن دانشگاه ها به اصطلاح تشکیل شد با تایید آیت الله خمینی، کسانی مثل عبدالکریم سروش، حسن حبیبی، جلال الدین فارسی و بقیه عضویت داشتند. بعدها بسیاری از اینها منکر شدند، از جمله آقای عبدالکریم سروش که حکم اخراج اساتید یا دانشجویان صادر کردند. اما این انکار راه به جایی نبود، چون اسناد و مدارک هست، کسانی که احکام امضا شده توسط آقایون دارن یا چند تن از آقایون و پاکسازی شدن در دانشگاه ها و ویدئوهایی که هست وجود داره و حرفایی که خود این حضرات زدن. ایران امروز، سرزمین ما، دانشگاه ها، تبعیض هایی که هست، جداسازی دختر و پسر، پایین آمدن سطح دانشگاه های ایران، چه تهران و چه شهرهای دیگه، کیفیت آموزش عالی و آنچه که شما عزیزان بهتر از من میدونید از کجا آغاز شد، از همین نقطه عطف پس از انقلاب اسلامی، شاخه انقلاب فرهنگیش. میبینیم آنچه که عبدالکریم سروش و بقیه حضرات گفتند در اونجا، در شورای انقلاب فرهنگی یا بازگشایی دانشگاه یا هرچی که هست دانشگاه. از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش و آقای جلال الدین فارسی. و با اجازه شما اولین سوال رو در مورد مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها که اساس کار هست از آقای دکتر سروش بخوام که در این زمینه مطالبی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جوینده وارد او میشه از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمانی صادر کردن برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردن و امر کردن همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه
همه اش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در اونجایی که ما دانشجو میگذینیم، چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم، چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تألیف میکنیم یا رشته رو تعطیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه های درسی میدیم، تلاش کردیم که نیروی متعهد مدرس برای این دانشگاه ها هم تربیت کنیم که این رو در صورت لزوم من در یک قسمت دیگری دربارش انشاءالله سخن خواهم گفت. با توجه به اینکه کار تدوین کتب دانشگاهی و در حقیقت یک مرکز نشر همونطور که خود شما فرمودید از اولویتی برخورداره، اگر آقای جلال‌الدین فارسی در این زمینه مطلبی دارن در مورد مرکز نشر دانشگاهی اگر ممکنه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و آزاد شدن نیروهای دانشگاهی از کار آموزش، ستاد انقلاب فرهنگی همیشون مصروف این کرد که برنامه ریزی بکنه تا کارهای دیگری که در دانشگاه صورت می گرفته جایگزین کار آموزش بشه و این نیروها سرگرم خدمت در تحقیق چه در مراکز صنعتی و آزمایشگاه ها و چه تحقیقات نظری بشن و به همین جهت از برادران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهش کردیم که یکی از انواع فعالیت هایی رو که در این مرحله، مرحله جهاد دانشگاهی خواهیم داشت، انتخاب و اختیار بکنند. از آقای دکتر حبیبی، البته این مسئله چون خیلی بحث‌انگیز جالب هست از نظر بینندگان، مسئله بازگوشایی دانشگاه ها و همچنین مسئله نوگوشایی در حقیقت دانشگاه ها، اگر مطالبی دارید رو بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای این مسئله بحث‌انگیز صورت که پروپیمون رو به این تن ضعیف محول کردن، ولی انشاءالله با تأیید خدایی باید گفت که ستاد انقلاب فرهنگی اونچنان هم که برخی از معاندان انقلاب فرهنگی گفتند و خصوصا در نهار بازار نفاق و دروغی بیشتر تبلیغ کردند، اونچنان هم بیمایه و اندک مایه نیست و دستش اونطور هم که گفته شده خالی نیست. در هر حال دو اصطلاح هست که در این اواخر به گوش علاقمندان به انقلاب فرهنگی زیاد خورده، یکی بازگشایی و یکی نوگشایی دانشگاه ها. مایلم که این دو اصطلاح رو ابتدا روشن بکنیم که از این پس تفاهم بیشتر باشه و راحت‌تر بتوانیم که در مطالب آینده سخن بگیم. مقصود ما از بازگشایی دانشگاه‌ها راه انداختن دانشگاه‌های گذشته و ترتیبی دادن که این کار هر چه زودتر به پایان برسه و ما با دانشگاه‌هایی که از گذشته به میراث داریم خداحافظی بکنیم و اونها را به کناری بنهیم. بله، این آقایون رو دیدید، کسانی که هیچ سابقه‌ای در عرصه فرهنگی و سیاسی ایران نداشتن، به فرمان آقای خمینی، آیت الله خمینی مأموریت یافتند. از آخر شروع میکنیم که با دانشگاه‌های سابق خداحافظی بکنیم، دانشگاه‌های رو سازماندهی کنن، بسازن که به گفته اون یکی عبدالکریم سروش، عطر اسلامی از همون اول که وارد میشین به مشامتون برسه و بقیرم که دید، یعنی آقای جلال الدین فارسی و اون یکی آقای شریعت مدد و آقای عبدالکریم سروش، علاوه بر خود کل این کار که چه هست خود شما بهتر میتونید تشخیص بدید و پیامداش چه بوده،
دروغی به این وضوح و روشنی در برابر دوربین میگه که این خواست ملت ایران طی سالیان سال بوده. شما یک مورد در تمام احزاب مخالف نظام پیش از انقلاب ایران و گروه‌ها و هیچ کدوم و حتی در بیانیه‌های حضرات هم آقای خمینی و بقیه ندارید که از خواسته‌هاشون این باشه که دانشگاه‌های ایران باید اسلامی بشه. در ضمیر و ذهن و زبان با این نصر، من نمیخوام بگم الکن، ولی با این نصر سخن گفتن و این پرسش که شما این چهار نفری که اینجا نشستن دارای چه تخصصی هستید در ساختن دانشگاه؟ البته شاید ساختن دانشگاه اسلامی به روایت آقایون تخصص خاصی نمیخواد. پرسش ساده این هست که گروهی مثل داعش که گروه نیست، چند هزار نفر هستن، چنانچه به فرض حکومتی رو در دست بگیرن، طبعا دیگه به این شکلش کشت و کشتاری نخواهند کرد، قصد حکومت کردن هست، رسیدن به حکومت، و طبعا اونها هم در پی اسلامی کردن دانشگاه های قلمروشون خواهند بود در عراق و بلاد شام. آیا جز این خواهند کرد که آقای سروش، آقای حسن حبیبی، جلال الدین فارسی که ایشون ضمناً دستش به خونه کسی هم آلوده است، قاتل هست، و به جای ایشون فرزند مقتول رو مجازات کردن، به زندان بردن، بحث دیگری است. آیا داعش کاری غیر از همین خواهد کرد که اینان کردن؟ آیا القاعده، آیا آنچه که در پاکستان، در طالبان در افغانستان انجام داد غیر از این بود که در اینجا کردن؟ این عطر به قول آقای سروش اسلامی که باید به مشام جان دانشجویان میرسیدن لدل ورود دانشگاه، سر از کجا در آورد؟ وضعیت دانشگاه های امروز سرزمین ما رو ببینید، و چرا باید با دانشگاه های پیش از انقلاب خداحافظی کرد؟ در کجای انقلاب چون این خواستی مطرح شده بود؟ اساسا در کدام یک از بیانیه ها هر رهبر انقلابی مطالبی رو مطرح کرده؟ خوب بد، من وارد بحث انقلاب نمیشم خوبه یا بد، از لنین گرفته تا ماو توستونگ و بقیه برنامه‌ای رو دادن، کسانی هوادارشون بودن، به هواداری اونها رفتن. برنامه آقای خمینی کجاش اسلامی کردن دانشگاه ها بود؟ کجاش حجاب اجباری بود؟ کجاش قصاص بود؟ اگر اینها رو به وضوح با مردم در میان میگذاشتن، آیا چنین هوادارانی پیدا میکرد یا فقط حرف این بود که قدرت رو ما میخواییم به مردم واگذار کنیم، قدرت رو به مردم واگذار کنیم، ما خواستار دموکراسی هستیم؟ حرفایی که آقای خمینی زده بود. آقای خمینی حتی برای مارکسیست ها عشق دید، وعده دموکراسی بود که جلب کرده بود بسیاری رو حول ایشون. اما ببینیم یکی از رؤسای جمهوری نسبتاً محبوب آقای خمینی در میون بسیاری که در اون زمان رأی دادن محبوبیت یافت، آقای خاتمی، درباره همین دموکراسی چه میگوید؟ دموکراسی وعده داده شده برای جلب مردم و سرانجام از زبان آقای محمد خاتمی میشنویم. از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نمیشه، ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. دموکراسی غیر دینی، معنی دوم این حرف اینه که دموکراسی دینی، ما در پی دموکراسی دینی هستیم. بسیاری هنوز این حرف رو دنبال میکنن، چه کارگزاران حکومت در داخل و چه کارگزاران فعلا جدا شده حکومت در خارج از ایران، با کمی سوس هابرماس و کارل پوپر و بسیاری دیگه سعی میکنن نوعی دموکراسی دینی که هیچ وقتا به وضوح
تعریف و توصیف و روشن نشده. یک رئیس جمهوری دیگر، محمود احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری دیگری که از آستین ملای به قدرت رسیده شیعه بیرون آمد، آیت الله خامنه ای. میشنویم چه میگوید. زمانی که انقلاب اسلامی دولت رو از حکومت دیکتاتوری وابسته به غرب تحویل گرفت، 95% کشور ما در فقر کامل به سر می‌برد. خب سکوت آقای احمدی نژاد رو بعد از گفتن این حرف که وقتی ما تحویل گرفتیم ایران رو از نظام پیشین دیکتاتوری وابسته به غرب که ایشون گفت، 95% مردم زیر خط فقر بودن یا فقیر بودن. گوبلز گفته که دروغ هرچی بزرگتر به حقیقت نزدیکتر، اون مبلغ معروف آلمان هیتلری که در جنایات هیتلر نقش مؤثر داشت، ولی نه به این حد. خود آقای احمدی نژاد بعد از گفتن این حرف سکوت کرد، یعنی خودش هم شاید حیرت کرد از این دروغ به این آشکاری. پرسش بسیار ساده است: پس چرا 95% مردم فقیر یک شعار اقتصادی در تمام شعارهای انقلاب اسلامی وجود نداشت؟ هستند کسانی که اون دوره رو زندگی کردن، دوره رو زندگی و هنوز هستند، خوشبختانه عمرشون دراز باد. حتی از کسانی که الان سمتهایی در جمهوری اسلامی دارن، از همونها بپرسید آقای احمدی نژاد و خود شما، قطعا اون دوره یادتون هست. عمر مردمی که زیر فشارهای اقتصادی این رژیم سفره خالی روبروشون گسترده شده و به مرور خالی و خالی تر شد دراز باد. دروغی به این آشکاری: دو رئیس جمهور پیاپی، آقای محمد خاتمی، ما دموکراسی غیر دینی نمیخواهیم، و این به معنی این که دموکراسی دینی آقای محمد خاتمی هرگز توضیح نداد که دموکراسی دینی چه دموکراسی است. همینی هست که هست، انتخاب بین بد و بدتر. مردم ایران برای چنین خواستی انقلاب کردن، و این چه نوع دموکراسی است که انتخاب بین بد و بدتر؟ عادت دادن مردم به چنین انتخاباتی در شأن ملت ایرانه و مردمان ایران از کرد و ترک و بلوچ و لور و بختیاری و اصفهانی و شیرازی، انتخاب بین بد و بدتر، چه نوع دموکراسی است؟ به هر حال اینها گوشه هایی بود و فقط گوشه هایی برای یادآوری اینکه امروز کجا ایستاده ایم، امروز چرا جایی که ایران هست، سرزمین ما رسیده، چه انگیزه ها، چه علت ها، چه گذشته ای بوده، برای اونها که فرصت بازنگری، نگاهی به گذشته رو ندارن. گوشه های بسیار اندک بود، زمین ساز اعدام ها بر سر هر چهار راهی، زمین ساز روانه شدن دانشجویان بسیار به زندان های گوناگون و جدید و تازه ساز جمهوری اسلامی ولایت فقیه، زمین ساز راه نیافتن بسیاری از استعدادهای جوان و سرشار ایرانی به دانشگاه ها، تبعیض در امر آموزش و بسیاری مسائل دیگه که ما دیدیم، هر روزه میبینیم. نیروی انتظامی جایگزین پلیس، پلیس ایران میشه. سپاس از نیروی انتظامی، ببینید در کجا از زبان کسانی که به دیدار اعدام آمدند ابراز میشه. قدردانی از نیروی انتظامی کجاست؟ با هم نگاه میکنیم صحنه ای رو.
یکی از نتایج روند 34 ساله اوضاع در ایران از اعدام ها و آنچه که در زیر سقف مدرسه علوی در کنار آیت الله خمینی و سپس بر پشت بام مدرسه علوی گذشت تا نشست های شورای انقلاب فرهنگی آقای عبدالکریم سروش و بقیه، بستن دانشگاه ها، اخراج چند هزار استاد و دانشجو از دانشگاه ها، تصفیه گسترده و اونچه که پاکسازی نامیدند برای اینکه به قول آقای سروش عطر اسلامی دانشگاه ها از همون ورود به دانشگاه ها دیده بشه، اینها همه تکه های کوچک تابلویی هستند که یکی از مناظر نهاییشو، سلسله تابلوهایی که منظره نهاییشو امروز روز در کنارمون میبینیم، چرایی این که چرا چنین شد و چنین است با هم میبینیم. دیدید نیروی انتظامی تشکر تشکر. این جوان هر جرمی مرتکب شده، پرسش نخست اینه، این انقلاب اگر رخ نمیداد، اگر ایران به مسیری که میبایست میرفت و به مسیری که شایسته ایرانیان بود و آغاز شده بود از مدتهای پیش، اگر اصلاحاتی سیاسی، اگر دوراهی انقلاب با رسیدن به انتخاب بین شاپور و بختیار و انقلاب به رهبری خمینی به راه پیشنهادی کسانی یا کسی مانند شاپور و بختیار می رفت و سرانجام می یافت، ایران این جوان امروز روز کجا می بود؟ آیا به جای دار بر پشت بام جهان نبود با درآمدهای ملی ایران؟ آیا این همه فقر گسترده که زمین ساز دزدی و سرقت شده و کارهای دیگه پدید می اومد؟ آنچه گذشت گذشت، اکنون ایران زمین رو دریابید با نگاهی به گوشه و کنار، حوالی خود، حوالی شما عزیزان چه میگذره با ما در میان بگذارید و میبینیم جوانان نازنینانی را که همچنان در راه سربلندی انسان ایرانی تلاش میکنند و میهنشان آنچه که میگویند علارغم فشارهایی که هست. خانم نرگس محمدی میشنویم سخنان نرگس محمدی رو در سالگرد قتل ستار بهشتی، کارگر شریف و نازنین و زحمتکش ایرانی. با سخنان نرگس محمدی به پایان این برنامه میرسیم و این برنامه رو ما تقدیم میکنیم به مادر ستار بهشتی و همه مادران داغدار ایران زمین، کرد و بلوچ و ترک و آذری و عرب ایرانی و خراسانی و اصفهانی و کرمانی و همه ایرانیانی که در سرزمین ما، من و تو، ایران زندگی میکنند. روزگارتان خوش. با هم میشنویم نرگس محمدی گرامی. شد
و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. الله، آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمیفهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردن؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار میگرید و ستار ستار میگوید؟ چرا هیچ ناهیه از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطع ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارند، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله‌های مادران کشته شدگان از سینه‌هایشان برخاست؟ برادران و خواهران، حسین این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده،
حسین عامر به معروفی است که علیه حکومت شوریده. آن حکومت حکومت ظالمانه است. حسین امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت، نه برای آل و خانواده و ملت خود. منکر در این جامعه بسیار است، ما هم میدانیم، اما هیچ کدام از این منکرها به سرانجامی که باید ملت علیه آنها قضاوت کنند، دادگاه ها علیه آن قضاوت کنند، مسئولین آن را در دستور کار خود قرار بدهند، ما شاهد نیستیم. امروز دومین سالگرده کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچو خون حسین، همچو خون سیاوش که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم، و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم، و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. خیلی ممنون.